ظریف وزیر خارجه آخوندها در آمریکا با درماندگی به تشبسات سبکسرانه برای پیدا کردن راهی با رئیس جمهور آمریکا ادامه می‌دهد. او با سخافت سعی می‌کند حساب جان بولتون مشاور امنیت ملی را از دونالد ترامپ جدا نموده و اتهام جنگ طلبی و تغییر رژیم را متوجه جان بولتون سازد که در اجتماعات مجاهدین و مقاومت ایران سخنرانی کرده است. وزیر خارجه آخوندها در مصاحبه با فاکس نیوز گفت بولتون و بن سلمان و بن زائد و اسرائیل میخواهند رژیم ایران را تغییر دهند. آنها میخواهند آمریکا را به جنگ بکشانند و در آن منفعت دارند. ولی پرزیدنت ترامپ خواستار این نیست، زیرا در کارزار انتخاباتی قول داد آمریکا را وارد جنگ دیگری نکند. اما نیت پرزیدنت ترامپ این است که فشار ماکسیموم وارد کند تا رژیم ایران به زانو در بیاید و تسلیم شود. So you think it's Israel, Bolton, Saudi Arabia and United Arab Emirates all trying to exercise regime change? At least. They have all shown an interest in dragging the United States into a conflict. I do not believe that President Trump wants to do that. I believe President Trump ran on a campaign promise of bringing the United States into another war. But I believe President Trump's intention to put pressure, the policy of maximum pressure on Iran in order to bring Iran to its knees so that we would succumb to pressure is doomed to failure. به این ترتیب وزیر خارجه آخوندها در سفر به آمریکا قبل از هر چیز خواهان کسب اطمینان از این است که آمریکا با رژیم وارد قهر و جنگ نخواهد شد. خامنه ای سیاست خود را بر این اساس تنظیم کرده بود که آمریکا با رژیم وارد جنگ نمی شود و رژیم هم مذاکره نمی کند تا دوره ترامپ به سر آید. آخوند روحانی نیز اخیراً کارگزاران رژیم را تسلی داد که ترامپ رفتنی است. سیاست رژیم بر این بوده است که به امید نرسیدن ترامپ به دور دوم ریاست جمهوری هر طور شده با رویکرد از این ستون به آن ستون خود را تا پایان دوره اول بکشاند.